به شما دوستای خوبم به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم چند تا از علائم عجیب و غریب سرطان ریه رو برای شما بازگو کنم که شاید زیاد مرتبط با سرطان ریه به نظر نرسن، اما باید اونها رو جدی بگیرید. پس ما رو در این ویدیو همراهی کنید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، چاق‌تر شدن انگشت‌ها. برخی تومورهای ریه هورمون‌های شبیه مواد شیمیایی تولید می‌کنند. یکی از آنها خون و مایعات بیشتری را به بافت‌های نوک انگشت‌ها می‌رساند. بنابراین نوک انگشت‌ها ضخیم‌تر و بزرگتر از حالت معمول به نظر می‌رسند. پوست کنار ناخن‌ها شفاف‌تر به نظر می‌رسد یا ممکن است وقتی از پهلو به ناخن‌ها نگاه می‌کنید، انحنای بیشتری داشته باشند. این نشانه رایج نیست، اما تغییر شکل انگشت‌ها به این صورت به شدت به سرطان ریه ارتباط دارد و حدود 80% افرادی که این نشانه را دارند مبتلا به سرطان ریه هستند. مورد دوم، مشکلات معده. از هر 10 نفری که به سرطان ریه مبتلا هستند، 1 یا 2 نفر دچار افزایش سطح کلسیم می شوند، شرایطی که هیپرکلسیمیا نامیده می شود. وجود کلسیم بیش از حد در خون منجر به بروز تهوع و یبوست می شود. در این شرایط ممکن است میل به خوردن نداشته باشید و زیاد تشنه شوید. برخی تومورها ماده دیگری شبیه به هورمون تولید می کنند که بر روی عملکرد کلیه ها تاثیر می گذارد و منجر به گرفتگی عضلات و تهوع می شود. مورد سوم، مشکلات روحی. طی تحقیقی که در لهستان انجام شد، مشخص شد که وجود سلولهای کوچک سرطان ریه بیشتر در افرادی تشخیص داده می شود که به تازگی برای اولین بار به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کرده بودند و دلیل مراجعه این افراد هم بیماری هایی بود مانند اضطراب، افسردگی و زوال عقل. شاید علت بروز این مشکل تأثیری است که سرطان بر روی سیستم ایمنی یا هورمون ها می گذارد، یا اینکه سرطان می تواند به مغز هم گسترش پیدا کند. بالا رفتن سطح کلسیم ناشی از سرطان می تواند منجر به گیجی، مشکل در تفکر و افسردگی شود. مورد چهارم، کمر درد یا کتف درد از نشانه های سرطان ریه. تومور پانکوست نوعی سرطان ریه است که در قسمت بالای ریه رشد کرده و به سمت دنده ها، ستون فقرات، اعصاب و رگ ها گسترش پیدا می کند. به علت محل رشد این تومورها، تاثیر آنها روی سیستم تنفسی زیاد نیست. در عوض بیشتر باعث بروز درد در تیغه شانه، قسمت بالای پشت و بازوها می شود. مورد ششم، خستگی زیاد. کمبود سلولهای قرمز و خون یا آنمی یکی از رایج‌ترین تاثیرات سرطان ریه است. کمخونی باعث بروز خستگی شدید می شود، زیرا بافت‌های بدن اکسیژن کافی دریافت نمی کنند. به طور کل سلولهای سرطانی از مواد مغذی تغذیه می کنند که شما برای نیروی خود در طول روز به آنها نیاز دارید. بنابراین اگر به سرطان ریه مبتلا باشید، ممکن است همیشه احساس خستگی و خواب‌آلودگی کنید. مورد هفتم، عدم تعادل. شاید سلول‌های مربوط به سرطان ریه به سیستم ایمنی دستور حمله به سیستم عصبی را بدهند که این مسئله بر روی عملکرد عضلات نیز تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب ایستادن برای فرد بیمار سخت خواهد بود یا ممکن است فرد دچار عدم تعادل شود. به علاوه کمخونی باعث سرگیجه می‌شود. همچنین اگر تومور در قسمت بالا و سمت راست ریه بروز کرده باشد، بر روی بزرگراه‌رگ بالایی تاثیر گذاشته و باعث سرگیجه می‌شود. مورد نهم، تغییر در وزن. برخی افراد مبتلا به سلول کوچک سرطان ریه دچار سندروم کوشینگ می شوند. سرطان به بدن می گوید هورمونی به نام ACTH تولید کند که سطح هورمون کورتیزول را افزایش می دهد. افزایش هورمون کورتیزول منجر به تجمع مایعات در بدن و افزایش وزن می شود. به علاوه ممکن است به راحتی بدن شما کبود شود و احساس خواب آلودگی داشته باشید. از طرف دیگر افزایش سطح کلسیم و SIADH هورمونی که بر روی کلیه ها تاثیر می گذارد، منجر به کاهش اشتها می شود. بنابراین در این شرایط دچار کاهش وزن می شوید. مورد دهم، مشکلات بینایی. تومور پانکوست بر روی عصب‌های بینایی و بخش‌های از صورت نیز تأثیر می‌گذارد. این مشکل سندرم هورنر نامیده می‌شود. علائم سندرم هورنر عبارتند از کوچک شدن مردمک در یک چشم همراه با افتادگی پلک. به علاوه آن سمت از صورت که دچار مشکل مردمک و افتادگی پلک شده به خوبی عرق نمی‌کند. سلول‌های کوچک سرطان ریه که سیستم ایمنی را بر علیه سیستم عصبی تحریک می‌کند، می‌تواند باعث بروز مشکلات بینایی شود. ملتهب شدن پستان ها در مردان.
ژنیکوماستی یا بزرگ شدن سینه مردان به ندرت در زمان بروز سرطان ریه مشاهده می شود، اما احتمال آن وجود دارد. سلول های بزرگ سرطان ریه تعادل هورمون های بدن را مختل می کنند و در مردان باعث بزرگ شدن پستان ها و حساس شدن آنها به لمس می شود. سردرد وجود تومور در قسمت راست ریه باعث فشرده شدن بزرگ سیاه رگ بالایی می شود و این رگ باریک می شود. بنابراین حرکت خون در این رگ سخت می شود. بازگشت خون منجر به تپش در سر می شود. حتی ممکن است فرد بیهوش شود. بالا بودن سطح کلسیم هم اغلب منجر به سردرد می شود. بروز سردردهای جدید یا تغییر در الگوی سردرد را جدی گرفته و حتما به پزشک مراجعه کنید. مشکلات قلبی افزایش سطح کلسیم و کمخونی هر دو منجر به بروز علائمی مانند نامنظم شدن یا سریع شدن ضربان قلب میشوند. اگر مشکلات قلبی شما ناشی از افزایش سطح کلسیم باشد، به این معناست که افزایش سطح کلسیم خیلی شدید است و احتمال بروز حمله قلبی و رفتن به کما وجود دارد. کمخونی شدید نیز باعث درد قفسه سینه و تنگی نفس میشود. پف کردن صورت، گردن یا بازوها بر اثر سرطان ریه. زمانی که بزرگ سیاه رگ بالایی به وسیله تومور فشرده می شود، خون از قسمت های بالایی بدن جایی برگ رفتن ندارند. بنابراین گردن، صورت و بازوها به دلیل وجود مایع اضافه ای که منتظر رد شدن هستند ملتهب می شوند. به علاوه کمبود پوست در ناحیه قفسه سینه نیز ممکن است مشاهده شود. مورد آخر، ضعف و درد. زمانی که سرطان پخش می شود، سلول ها اغلب از طریق گردش خون وارد استخوان ها شده و تومورهای توده های جدید شکل می دهند. این توده ها اغلب به استخوان ها آسیب رسانده و باعث شکننده شدن و دردناک شدن استخوان ها می شوند. عدم تعادل ناشی از افزایش سطح کلسیم یا همان SIADH باعث ضعیف شدن و بدن درد می شود. اگر سرطان بر روی سیستم عصبی تاثیر بگذارد، باعث ضعیف شدن عضلات شده و در نتیجه فرد در تکلم یا بل دچار مشکل می شود. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خود نگهدار.